پارلمان ملی انقلاب اخواز یا نیروهای انقلابی اخواز، این پارلمان البته تاسیس جدید تاسیسه میان نیروهای استقلال طلب اخواز تاسیس شده. تا کنون 4 تا سازمان مهم و مرکزی اخواز در این پارلمان شرکت کردن با نیروهای بسیار با تجربه و از لحاظ نفوذ در داخل اخواز خصوصا در سطح منطقه بین المللی. امیدواریم که در آینده دوستان و همسنگران ما در ملل غیر فارس اثرات مثبت این پارلمان را در نه تنها در در جنبش آزادی بخش اخواز بلکه در روی کلی و البته ما باز خوشحالیم که در آذربایجان نیز همچین وحدتی وجود آمده و این باز خوشحالی ماست و میشوییم که در میان ملت‌های دیگه نیز همچین مسائلی پیش آمد. اجازه بدید من تشکر بکنم از همرزمان از جمهوری ملل برای حق تعیین سرنوشت که این روز رو گرامی می‌دارن و این شعله رو نگه داشتن که بتونن فرزندان ملت‌های تحت ستر و تحت اشغال در کنار هم دیگر در همچین مناسباتی در کنار هم داشته باشن. من به خلاصه صحبت به عربی رو اجازه بدید به فارسی باز تکرار بکنم. ما معتقدیم که زبان یکی از حقوق ماست. به دفعه زبان در آذربایجان، در اخواز، در بلوچستان، در کردستان اونجا بیکاری هست، اونجا بیخانمانی هست، اونجا اعتیاد هست، اونجا مهاجرت هست، اونجا تغییر دموگرافی هست، اینجا اونجا همه هرچه که ضد بشری هست همه اونجا هست. همه اینها رو ما به گردن یکی میندازیم، همه اینها به گردن اشغالگر ایران، اشغالگر فارسه. هیچ کس دیگه، هیچ دخالت کس دیگه دخالت در این زمین نداره. اگر در اخواز بیکاری هست چون اشغالگر هست، اگر در اخواز اونجا عربی ما ضعیفه چون اشغالگر هست، اگر در اخواز اونجا بیابی هست، بیکاری هست، اعتیاد هست چون اونجا اشغالگر هست، چون اونجا کسی هست که 93 ساله که سرزمین ما رو اشغال کرده و تمام دارندار ما رو به جاهای دیگه منتقل کرده و به مملکت ما و ملت ما رو به فلاکت درآورده. در نتیجه زبان مادری ما یکی از وسایل مبارزه ماست، ولی همه چیزی به ما نیست. این زبانم با خواهش میکنم به من زبانم رو برگردونید، خواهش میکنم آب من رو به من بدید، ثروت های من رو پس بدید، نمیدونم خونه من رو چرا خراب کردید، زمین من رو چرا مسلمه. با خواهش هیچی پس داده نمیشه، فقط با قدرته، فقط با اتحاده، فقط مبارزه تا پیروزیه که ما این حقوق رو پس خواهیم گرفت. با خواهش میکنم هیچ حقوق پس گرفته نخواهد شد. با فارس شستن سر یک میز مذاکره این حقوق پس نخواهد گرفت. فارس ها باید خودشون قبول بکنن که جزوی از جغرافیای موجود به نام ایران هستن، مرزشون رو تعیین بکنن، بعد بیان با نیروهای مبارزه و استقلال طلب غیر فارس بشینن. ما هرگز با هیچ سازمان فارسی که جغرافیا خودش رو تعیین نکنه، که تجاوز نکرده باشه به آذربایجان، به اخواز، به بلوچستان، به کردستان، چون نقشه فارس کجاست؟ اونانی که میگن ما فارس هستیم سرزمینشون کجاست؟ اونانی که میگن فدرال هستن بیان تعیین بکنن، مسخره با فدرال هاست، بگن اون سرزمینی که مال فارسه در جغرافیای ایران کجاست که سرزمین های دیگر تعیین بشه. تا حالا هیچ کدوم از این برنامه ها حداقل جغرافیای موجود به ملت فارس چی تعیین نکردن. پس سرزمین اونی که البته فدرال ها میگن، چون ما استقلال طلب ها سرزمین ما معینه، عربستان یا اخواز سرزمینش واضحه، ترک آذربایجان من که نقشش رو معین کرده اطلاف داریم با هم دیگه، با کرد، با بلوچ، با آذربایجانی و غیره، ولی حداقل هر کدوم نقشش رو معین کرده. فدرال ها بگن که نقشه آذربایجان کجاست، نقشه کردستان کجاست، نقشه فارس ها کجاست، نقشه اخواز ها کجاست. ما یه جریان فدرال خواهد داریم در اخواز که حالا نقشه نداده بیرون، تا هم نگفت کسی مرزش کجاست. چرا؟ چون از فارس ها میترسه، چون جرأت نداره به فارس ها بگه مرز شما کجاست. خودش مرزش رو شاید میدونه کجا، ولی بخاطر اینکه سر یه میز مذاکره میشینه، چون خودش رو ایرانی میدونه، تا حالا قبول نکرده و جرأت نکرده به فارس ها بگه آقا مرزت کجاست. ما میدونیم مرزمون کجاست، ما میدونیم حقوقمون چیه، ما میدونیم چی از ما برداشته شده. ما یک وطن رو از دست دادیم و تا این وطن بر نگرده آزاد، مستقل، دموکراتیک به مبارزه خودمون ادامه خواهیم داد. به این مبارزه تا آزادی اخواست